درباره برنامه‌هایی که در حال حاضر روی اونها کار میکنی توضیح میدی؟ آیا فیلمی هست اثر خاصی که بخوای برای بینندگان ما معرفی کنی؟ حتما. الان در حال حاضر روی دوتا مستند بلند کار میکنم که در مراحل پایانی هستن. یکی از اونها بر اساس کاری هستش که ایرانیان نسل دوم ایرانی که در خارج از ایران بزرگ شدن، برنامه هایی که میسازن و تأثیری که روی هویت ایرانی میذارن، اونو سعی کردم در این فیلم نشون بدم در حالی که اونا در تبعید بزرگ شدن. و فیلم دومی هم که دارم بر اساس هزینه انسانی جنگ هست که چجوری مردم رو از کشور خودشون میرونه و اونا مجبور میشن در غربت خیلی به سختی و مشقت یک زندگی رو دوباره بنا بکنن. ما تا لحظاتی دیگه فیلم تولدی دیگر رو، فیلم کوتاهی رو که شما ساختید، به صورت کامل پخش میکنیم. توضیح خاصی داری برای بینندگان ما پیش از اینکه این فیلم پخشه؟ خیلی از جوانا الان شاید در ایران این گفتگو رو میبینن. در زمینه فیلم سازی پیام خاصی برای اونها داری؟ پیام خاصی که دارم اینه که به خصوص بچه‌هایی که دارن در مدارس فیلم سازی درس میخونن در ایران، بنویسن تا میتونن بنویسن. از قصه یا هر چیزی که میخونن یا هر فیلمی که میبینن بنویسن، چون در حالی که تکنولوژی فیلم رو اونجا در اختیار ندارن، دست آخر اون فکر رو، اون داستانی که گفته میشه، نهایتا اون اهمیت داره و این چیزیه که به صورت مجانی در اختیار دارن و باید روش کار بکنن. خانم طلیعه روحانی از شرکتتون در برنامه شب‌آهنگ سپاسگزارم. امیدوارم روز خوبی در شهر سانفرانسیسکو داشته باشید. حتما در آینده گفتگوهای بیشتری رو درباره کارهای شما خواهیم داشت. خیلی ممنون آقای مکری، مرسی. من از بینندگان عزیز دعوت میکنم تماشا کنم فیلم کوتاه تولدی دیگر ساخته خانم طلیعه روحانی رو. همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه. من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است،
به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد. به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشتی، و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست، و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید دست هایت را دوست می‌دارم. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می‌گیرد. هایم را در باغچه می کارم، سبز خواهم شد، می دانم، می دانم، می دانم. پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد، و به ناخنهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. چه هست که قلب من آن را از محله های کودکی هم دزدیده است، سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن. حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد. و بدین سانه است که کسی می میرد و کسی می ماند.